در روزهای اخیر لحن جو بایدن در مورد حملات اسرائیل به غزه انتقادی شده و به طور مشخصی تغییر کرده. او حتی به اختلافات خودش با بنیامین نتانیاهو اشاره کرد. این صحبت‌ها نشانه تغییر رویکرد دولت او هست در قبال اسرائیل به نظر شما؟ انگیزه جو بایدن در انتقاد از نتانیاهو و به طور کلی رفتار ارتش اسرائیل در نوار غزه متأثر از انتقاد رو به گسترشی است که در داخل آمریکا نسبت به سیاست خارجی آمریکا در رابطه با اسرائیل، یعنی کم و بیش حمایت بیچون و چرا از فعالیت‌های اسرائیل در این منطقه بود. و دوم در منطقه و به طور کلی سطح بین‌المللی است که موضع آمریکا و دادن تسلیحات به اسرائیل این مورد انتقاد قرار گرفته، برای اینکه پشتیبانی آمریکا و جلوگیری ویتوی آمریکا در سازمان ملل متحد برای آتش‌بس در واقع جنگ را تبدیل به جنایات جنگی در نوار غزه کردیم. و اگر این جنایات جنگی برای دنیا قابل پذیرش باشه، دیگه اون موضع آمریکا که صحبت از حقوق بشر و صحبت از حقوق بین الملل میکنه بی‌معنی میشه. بنابراین با نهایت تأسف در عمل جو بایدن تغییری در سیاست خودش راجع به آمریکا نداده، اسرائیل نداده، و حتی بخش عمده‌ای از کمک‌های اقتصادی و تسلیحاتی آمریکا به دست راستی‌های مذهبی و ملی اسرائیل میرسه که در واقع خواهان ایجاد اپارتاید هستند. اینا عناصری هستند که در واقع با هر نوع صلح و مذاکره با فلسطینی ها مخالفن، یعنی دلیل اصلی این فاجعه ای که 75 سال ادامه داره. بله، ولی آقای فرهنگ، اون چه که در غزه داره میگذره که شما میگین داره نزدیک میشه به گفته شما جنایت جنگی، یه مقداری پیچیده است به خاطر اینکه اسناد و شواهد زیادی وجود داره که گروه حماس از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه و انبارهای اسلحه‌اش رو در زیر مدارس، مهد کودک ها، بیمارستان ها در حقیقت ایجاد کرده. خب در این شرایط اسرائیل چه راهی داره برای اینکه تلفات غیر نظامیان رو کاهش بده؟ اکثر عمل اسرائیل در واقع کاری که حماس یک تشکیلات تروریستی است، یک تشکیلاتی است که ضد یهوده، و فراموش نباید بکنیم که این تشکیلات در سالهای گذشته از حمایت نتانیاهو و دست راستی‌های مذهبی و ملی در اسرائیل برخوردار بوده، برای اینکه می‌خواستن استفاده بکنن از حماس برای تفرقه اندازی و جدایی مبارزات فلسطینی ها برای آزادی. و بنابراین این مسئولیت رو نباید کنار بذاریم که اسرائیل شاهد این واقعیت در سالهای اخیر بوده. حتی یک سال قبل برنامه دقیق حمله حماس به کشور رو داشته و امروز در واقع نزدیک 20 میلیون از 2.3 میلیون جمعیت نوار غزه آواره شدن. ممکنه که در مراحلی هست و جاهایی هست که این در این جنگ کشتار غیر نظامیان اجتناب ناپذیر باشه، ولی واقعیت امر اینه که هدف دست راستی های اسرائیل سرکوب مردم فلسطینه، چه در نوار غزه و چه در کرانه غربی. در یک سال گذشته نزدیک 250 فعال فلسطینی در نوار غزه کشته شدند و در اونجا جاده هایی در مناطقی که مربوط به اصطلاح از حداقل از نظر حقوقی که دولت مستقل فلسطین میبایست تحکم داشته باشه، در اونجا جاده هایی درست کردن که فلسطینی ها حق استفاده از اون جاده ها رو دارن. بنابراین مسئله فقط غزه نیست، بس واقعیت امری که موضع دولت است. دارن 7 میلیون یهودی و 7 میلیون مسلمان و بخش کوچکی مسیحی در اون منطقه‌ای که اسمش رو می‌ذاریم اسرائیل زندگی میکنه. پاسخ دولت اسرائیل، بله آقای فرهنگ، بله آقای فرهنگ، کشوری که اسمش رو می‌ذاریم اسرائیل به نظر من
گزینه درستی نیست، به خاطر اینکه اسرائیل یکی از اعضای سازمان ملل متحده و کشوری هست که در جامعه جهانی به رسمیت شناخته میشه. اما خب بسیاری همونطوری که شما گفتیم به راه حل دو کشوری اسرائیل و فلسطین معتقد هستند. اما خب در مقابل این مسائلی که شما میگین، اسرائیل هم به هر حال میگه که گروه‌هایی که اونجا هستن عملیات تروریستی انجام میدن. اما از اینها که بگذریم، این انتقادهایی که شما هم بهش اشاره کردین که از افزایش تلفات غیر نظامیان در غزه هست و آواره شدن تعداد زیادی از ساکنان این باری که ممکنه باعث بشه که کمک‌های آمریکا به اسرائیل مشروط بشه. بسیار بعید، در آینده نزدیک بسیار بعید. مهم اینه که در داخل اسرائیل چه اتفاق. علاقه آمریکا و گزینه دلخواه آمریکا اینه که دولتی در اسرائیل سر کار بیاد که حاضر به مذاکره با فلسطینیانی است که مشروعیت اسرائیل رو مورد سوال قرار نمیدن و در 50 سال گذشته از خشونت انتقاد کردن. محمود عباس، هر انتقادی که به عنوان یه سیاستمدار به او داشته باشیم، این یه واقعیت غیر قابل انکاره که 50 سال او با خشونت مخالفه و مشروعیت اسرائیل رو قبول کرده. دولت آمریکا خواهان سروکار آوردن دولتی در اسرائیل که حاضر به مذاکره با طرفداران صلح با فلسطینی ها بشه. این مذاکره رو آمریکا کمک خواهد کرد، همونطور دولت های اروپا. سوال اساسی اینه که آیا این واقعه، این فاجعه ای که در اسرائیل و نوار غزه پیش اومده، میتونه زمینه ساز تغییر دولتی در اسرائیل باشه که متعهد به مذاکره با فلسطینی ها هست یا نه؟